نادرشاه پادشاه ایران و بنیانگذار دودمان افشاریه بود. نادرشاه فقط 12 سال حکومت کرد، اما در این مدت افغانها را از شرق، روسها را از شمال و عثمانیها را از غرب کشور بیرون راند و از تجزیه ایران جلوگیری کرد. نیروی دریایی را ایجاد کرد و بار دیگر ایرانی یک پارچه و قدرتمند را زنده کرد. پس از قتل نادرشاه افشار، جنایتکاران هرچه توانستند رو بودند و سپس وارد حرمسرا شده و هرچه جواهرات یافتند برداشتند و بعد با شتاب به سوی چادرهای 3 وزیر مورد توجه نادر رفتند و 2 نفر از آنان را به قتل رساندند، اما از عهده قتل سومی بر نیامدند. همان شب خبر نشر یافت، اما باور کردنی نبود. پس از قتل نادر هرج و مرج و وحشت عجیبی در اردوگاه حکم فرما گردید. در همان روز سه‌شنبه 30 خرداد 1126 شمسی، عده‌ای بارهای اسباب و اشیای مرغوب را حمل بر شتران کرده و متفرق شدند و از سوی دیگر هر کس به فکر افتاد فرمان ایالتی را به نام خود کرده و با مهر نادر ممهور ساخته و بیدرنگ به ایالت مذکور رفته و طبق فرمان نادر حکومت آنجا را به دست بگیرد. پس از قتل نادر اختشاش بزرگی در اردوگاه روی داد. قوای افغان با قوای ایرانی و قزلباش به مقابله برخاستند و احمد خان عبدالی با یاران خود به قندهار رسیده و برای خود قدرتی به هم زد. علی قلی خان برادرزاده نادر که هنگام قتل نادر در هرات به سر می برد، پس از آگاهی از قتل نادر بنا به درخواست توطئه‌گران به سرعت به مشهد آمد و پادشاهی خود را اعلام کرد. اما علی قلی خان یا عادل شاه که بود؟ علی قلی خان برادرزاده نادر بود که در بیشتر لشکرکشی های نادر او را همراهی می کرد و به این دلیل همواره مورد توجه و علاقه نادر بود. به دلیل مشکلات اقتصادی پیش آمده از کشورگشایی ها و مالیات های بسیاری که نادر برای تأمین هزینه جنگ ها از توده مردم می گرفت و هر از چنگاهی شورشی در گوشه ای از کشور به پا می شد، از طرف نادر مأمور به سرکوب یکی از شورش هایی بود که در سیستان اتفاق افتاد. به دلیل آنکه نادر در اواخر عمر نسبت به بسیاری از اطرافیانش بدبین شده بود، طهماسب قلی خان جلایر را به همراهی علی قلی خان به سیستان منصوب کرد. در میان راه بود که علی قلی خان سر از اطاعت نادر برداشت و بر ضد او یاغی شد و قیام کرد. پس از آگاهی از قتل نادر، علی قلی خان پادشاهی و گنجینه های نادر را تسخیر کرد. او فرزندان و نوادگان نادر را به مشهد آورد و به استثنای یکی همه را بیرحمانه به قتل رساند. شاهرخ نوه نادر و پسر رضا قلی میرزا و نوه دختری شاه سلطان حسین، آخرین فرمان روای صفوی، به سبب ترس از واکنش مردم که هنوز به خاندان صفوی دلبستگی داشتند، از این قتل عام جان سالم به در برد. اما علی قلی خان نیز نتوانست به اوضاع ایران که دوباره دچار آشوب و بحران شده بود سر و سامان بخشد. علی قلی خان ابراهیم خان برادر خود را برای برقراری آرامش و صلح به والیگری عراق در غرب کشور منصوب کرد. همچنین امیر ارسلان خان پسر عمه نادر را برای حکومت آذربایجان گماشت. در این اثنا محمد حسن خان قاجار پسر فتحعلی خان قاجار که تا این زمان فراری بود، ناگهان در صحنه ظاهر شد و با تسخیر استرآباد با علی قلی خان بنای نبرد گذاشت. علی قلی خان برای سرکوب شورش محمد حسن خان به راه افتاد، مواضع قاجارها را به تصرف درآورد و او را تا ترکمن صحرا تعقیب کرد و گرچه موفق به دستگیری او نشد، اما آقا محمد خان فرزند 7 یا 8 ساله محمد حسن خان که در آینده مؤسس دولت قاجار شد را به اسارت گرفت و اخته کرد. اندکی بعد علی قلی خان که خود را عادل شاه نامیده بود، خبر شورش برادر خود ابراهیم خان را دریافت کرد. ابراهیم خان با حمایت حاکم آذربایجان امیر اسلان خان پسر عمه نادرشاه علیه برادر خود سر به شورش برداشته بود. عادل شاه در جنگی که بین سلطانیه و زنجان به وقوع پیوست از ابراهیم خان شکست خورد و اسیر شد.
ابراهیم خان چشمان برادر خود علی قلی خان را که 11 ماه حکومت کرده بود کور کرد. ابراهیم خان پس از پیروزی بر علی قلی خان، امیر اصلان خان را که روابطش با او به تیرگی گراییده بود نیز شکست داد و امیر اصلان خان و برادرش سارو خان را به قتل رساند. در این میان شاهرخ میرزا تنها نوه زنده نادرشاه از طرف امیران خراسان به مقام شاهی رسید و ابراهیم خان نیز با دریافت خبر حکمرانی شاهرخ میرزا در مشهد فرمان روای خود را در تبریز اعلام کرد. ابراهیم خان به منظور جنگ با شاهرخ به طرف خراسان حرکت کرد، اما به سبب شورش در میان سپاهیان بسیاری از نیروهایش از او جدا شدند و خود او نیز در مکانی بین قزوین و ساوه به دست افراد شاهرخ افتاد. ابراهیم خان پس از اینکه چشمانش کور شد در راه انتقال به مشهد به قتل رسید. شاهرخ میرزا عادل شاه فرمان روای سابق را نیز به دست زنان نادرشاه سپرد و آنان از فرط خشم او را قطعه قطعه کردند. قبل از دیدن ادامه ویدیو ممنون میشم اگر کانال ما براتون مفید بوده با لایک و سابسکرایب کردن از ما حمایت کنید. اینجا کافه دانایی. سید محمد متولی مشهد که از خاندان مرعشی بود و از طرف مادر نسب او به خاندان صفوی می رسید، به همین سبب مورد قبول و احترام مردم و سپاهیان بود. شاهرخ از این وضعیت ناراضی بود و برای از میان برداشتن سید محمد با همکاری امیران خود اقداماتی پنهانی علیه او ترتیب داد. اما برخلاف دستورهای شاهرخ، سید محمد با عنوان شاه سلیمان به مقام فرمان روایی رسید. شاهرخ نیز نابینا شد، اما اندکی بعد گروهی از امیران که بسیاری از آنها اصل و نسب ترکی داشتند پس از کور کردن شاه سلیمان و خلع او از مقام فرمان روایی برای دومین بار شاهرخ را به مقام شاهی رساندند. اما شاهرخ از قوه بینایی محروم بود و پسر بالغی نیز نداشت. به همین سبب مشهد به دست عرب علم شاه افتاد. پس از مدتی شاهرخ با یاری احمد شاه درانی فرمان روای افغان توانست برای بار سوم به تخت فرمان روایی بنشیند. کشمکش های داخلی اعضای خاندان افشار و تصفیه حساب های خانوادگی علیه یکدیگر موجب محو و نابودی آنها شد. در نقاط مختلف ایران خوانین و حاکمان با نفوذ از خلع قدرت استفاده کردند و علم استقلال برداشتند و برای در دست گرفتن قدرت و حاکمیت کشور با یکدیگر وارد جنگ های خونین شدند. چنانکه احمد شاه درانی با استفاده از ناب سامانی و کشمکش های داخلی ایران به قندهار رفت و در آنجا با تکیه بر قبایل افغان و حمایت آنها دولت مستقل افغانستان را تأسیس کرد. در آذربایجان به مرکزیت ارومیه آزادخان افغان یکی از فرماندهان لشکر نادر و در استراباد نیز محمد حسن خان پسر فتح علی خان قاجار که به دست نادر به قتل رسیده بود بر اوضاع حاکم بودند. در جنوب ایران نیز اسماعیل نوه شاه سلطان حسین آخرین پادشاه صفوی علی مراد خان رئیس ایل بختیاری را به عنوان اعتماد الدوله انتخاب و خود را در اصفهان شاه اعلام کرد. پس از آنکه اسماعیل به عنوان شاه اسماعیل سوم فرمان روای خیش را اعلام کرد، به سبب کم بودن سن کلیه امور و اختیارات و قدرت و نفوذ بر عهده علی مردان خان قرار گرفت. همچنین مصطفی خان شاملو که نادرشاه او را به عنوان سفیر به پایتخت عثمانی فرستاد، اما به سبب قتل نادرشاه و بروز هرج و مرج در ایران در بغداد متوقف شده بود، همراه شخصی به نام حسین میرزا که ادعا می‌کرد پسر شاه طهماسب به دوم میباشد نیز می‌کوشیدند تا حاکمیت را در ایران به دست گیرند. اما کریم خان زند وارد میدان شد و شاه اسماعیل سوم را که خود را در اصفهان شاه مینامید اسیر کرد و علی مردان خان و مصطفی خان را نیز از میان برداشت. کریم خان که اعتماد الدوله شاه اسماعیل سوم بود شیراز را مرکز قرار داد و در جنوب ایران به قدرتی بزرگ تبدیل شد. از این پس نزاع‌ها برای به دست آوردن حاکمیت و تاج و تخت میان آزادخان افغان، محمد حسن خان رئیس قاجارهای آشاقی باش و کریم خان زند ادامه یافت
و از بین این افراد آزاد خان با شکست در مقابل محمد حسن خان از صحنه سیاسی کنار رفت. بدین ترتیب کشمکش ها میان محمد حسن خان و کریم خان زند ادامه یافت. محمد حسن خان که در استرآباد تحت محاصره کریم خان بود، توانست با شکست کریم خان گیلان، قزوین، اصفهان، آذربایجان جنوبی و شمالی را تصرف کند و بخشی مهم از ایران را تحت حاکمیت خود قرار دهد. محمد حسن خان برای به دست آوردن قسمت جنوبی ایران و فارس نبرد با کریم خان را آغاز کرد، اما پس از جنگ های بسیار با او نتوانست موفقیتی کسب کند. سرانجام در جنگی در نزدیکی استرآباد با نیروهای زند شکست خورد و هنگام فرار به دست محمد علی خان رئیس قاجارهای یوخاری باش به قتل رسید. با مرگ محمد حسن خان، کریم خان زند توانست سرتاسر ایران را به استثنای خراسان تحت حاکمیت خود درآورد. در پایان می توان گفت پس از قتل نادرشاه افشار، بنیانگذار سلسله افشاریه کشمکش های خونینی میان اعضای این خاندان بروز کرد. در این مجادلات هیچ یک از اعضای خاندان افشار نتوانستند حاکمیت خود را در ایران بسط دهند. تنها حکومت شاهرخ نوه نادر در خراسان بود که تا اواخر قرن 18 میلادی ادامه یافت. خوانین، رؤسای قبایل و حاکمان مناطق مختلف ایران نیز با استفاده از کشمکش‌های داخلی و تسویه حساب‌های خانوادگی اعضای خاندان افشار برای کسب حکومت با یکدیگر مبارزه کردند. کریم خان زند که یکی از رؤسای قبایل بود، توانست با شکست رقبا بر سرتاسر ایران به استثنای خراسان حاکم شود و صلح و امنیت را در کشور برقرار سازد.